بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العرش العظيم. بسم الله خالق السماوات والأرض. بسم الله نور السماوات والأرض. بسم الله رب العالمين. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق آسمان ها و زمین، نور آسمان ها و زمین، صاحب عرش عظیم، پادشاه و رب آسمان ها و زمین، همیشه و همیشه صحبت خودم را آغاز میکنم. اوست که آفریننده آسمان ها و زمین است و منت حیات را بر مرزانی داشت و ما موظف است پیروی از اعمال نیک، پشتیبانی از حقانیت، اصالت، انسانیت و تمام نیکی‌هایی که در این زمین قرار دارد و جزء قلب ماست، نیت ماست، فطرت ماست، اصالت ماست، آنها را انجام بدهیم، پیروی کنیم و با ظلم و جور توأم نشویم و بر علیه ظلم و جور حرف بزنیم و پیروی دولت و زیبایی باشیم. مثل همیشه خودم رو معرفی میکنم. اسم من فریبرز، متولد ایران هستم. وابسته به هیچ گروه سیاسی، غیر سیاسی، حزب، دسته، سازمان و تشکیلاتی نیستم. وابسته به هیچ دولتی، حکومتی، کشوری در روی این سیاره و این زندگی زمینی نیستم. فقط و فقط به خدا یکتا وابسته هستم و هدفم از پرکن این ویدیوها حمایت از حقانیت، عدالت، زیبایی، به عبارتی حمایت از ادیان الهی و دین اسلام است. این چندمین ویدئویی است که در رابطه با بقایایی که در ایران در حال رخ دادن است و اعتراضات و قیام مردم در ایران پر می‌کنم. امیدوارم که در ایجاد روشنایی در فکر و قلب تمامی انسان‌ها مثمر ثمر قرار بگیرم، چون هایی که در علیه این حکومت قیام می‌کنید، قیام کردید در علیه این سیستم و چون هایی که از این سیستم حمایت می‌کنید و جزء ایادی حکومت ظالمانه جمهوری اسلامی شدید. یکی از مطالبی که متاسفانه در ایران بهش اهمیت داده نشده به شکلی که باید اهمیت داده بشه و درست تجزیه تحلیل نشده، سرود جمهوری اسلامی ایران است که در این روزها به مناسبت شرکت تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال بسیار مطلب و نقطه مورد بحث در جوامع خبری، علمی و اجتماعی قرار گرفته. این مطلب که در اونجا در این جام جهانی سود اجرا شده یا نشده یک مطلب دیگری است، ولی اینجا مثل همیشه من مطلب را از اساس و پایه و ریشه مطلب ببینم، چون که ریشه رو درست ببینیم میتونیم جلوگیری بکنیم از ایجاد یک بیماری و جلوگیری کردن از اون بیماری و تداوی پیدا کردن برای علاج و معالجه اون بیماری است. پس از این فرمید که بپردازیم به سرود جمهوری اسلامی، که این سرود اصلا از کجا شروع شد و اون زمانی که آقای خمینی اومد قدرت رو به دست گرفت، یادم میاد که به چندین نفر گفتن که سرودی بسازیم، که این سرود از اگر خاطرم بیاد از آقای دکتر پناهی دزدیده شد. آقای دکتر پناهی کی بود؟ اگر خاطرم بیاد اسم کوچیکش، چون سالها گذشته یادم نمیاد، یادم میاد من در زمان که دبیرستان میرفتم، جزوه از زمان بچگی تا اتمام دبیرستان جزوه گروه اسکات ها، یعنی پیش آهنگ ها، که اونهایی که از زمان گذشته یادشون هست پیش آهنگ بودن، سنگیار بودن. اون که در دبیرستان میرفتیم سنگیار میشونیم، قبل از اون دوره پیش آهنگی تقییم کردیم، به بعد اسکات بودیم، به اردوها میرفتیم با تمام گره زدن، در اردو زمین کردن، قوانین از قبیل در صحرا، در کوه، در طبیعت زمین کردن و اینها رو یاد میگرفتیم و بسیاری مواردی از قبیل آشپزی، ورزش، موسیقی، تمام نکاتی که انسان در زندگی احتیاج داره در دوران پیشاهنگی و سیاری یاد میگرفتیم. یادم میاد در یک اردوی بزرگی که در نیشابور و مشهد بود، قبل از زمان انقلاب اسلامی، دو سال قبل از زمان اسلامی، سه سال قبل از زمان انقلاب اسلامی، چون سال هم بودش درست خاطرم نمیاد، ما اونجا یک اردوی بزرگی بود که بهش میگفتن جمبوری، نه جمهوری، نه جمبوری. جمبوری پیشاهنگان و سیاران از سر تا سر کره زمین بود که گروه های مختلفی از کشورهای مختلف از
سیاران خوب کشورها رو انتخاب کرده بودن که بنده یکی از اونها بودم. در زمینه آموزش هایی که در دبیرستان و اردوها یاد گرفته بودیم از کشورهای مختلف حضور پیدا کردیم و با هم دیگه به رقابت میپرداختیم. بدم میاد از استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، چین، انگلستان و خیلی از کشورها در اون جمهوری شرکت کرده بودن که خاطرم میاد 6 روز و یا 7 روز بود را قوانین که در اون جمهوری بود و برنامه که در اون جمهوری داشتیم بسیار مفید بود. ورزش، موسیقی، همون کارهایی که در کمپینگ باید انجام میدادیم، زندگی در طبیعت و غیره به مسابقه پرداخته بودیم. هر کشوری هم یک سرود خاصی برای اون جمهوری داشت که سرود اون جمهوری که در اون اردوگاه بزرگ سنگیار مافی شاهنگان در نشابور و مشهد در دمیا در سال 55 و یا 56 بود اجرا شد، این سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری ما بود. دن دادن دادن دن دن دادن که یا تو میاد همه تو میدونین سرود جمهوری اسلامی شد پس از اینکه انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت و هیچ کسی نمیدونست که این سرود از آقای دکتر پناهی بود که یادم میاد یکی از سرودان های بزرگ بود در اون زمان که این آهنگ رو مخصوص جمهوری سیاران و این شاهنگان در ایران و سمبول جمهوری ایرانیان در اون اردو بود که بعد شد سرود جمهوری اسلامی. این یک که دوزیدن حالا خدا من رو بخشه بلکه ندوزیدن میدونستم اگه من هیچ کسی به این سنی که رسیدیم نشنیدیم که این سرود اون سرود جمهوری بود و تبدیل شد به سرود جمهوری اسلامی. این یک. دوم میخوایم که بپردازیم به کلمات و شعرهایی که در این سرود وجود داره و ما چه میگفتیم و هنوز چی میگیم. این کسایی که از این جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنیم سرود چی میگه، شما چه میکنید. تک تک میخونم و به ترجمه و تفصیل و یا بخشش بیان واضحتر و آشکارتر میکنستم. سرسد از افق مهر خاوران، فروغ دیده حق باوران. که از قسمت شرق سرزد از افق، از افق آسمان، سرزد از افق مهر خاوران، یعنی مهر محبت کشورهای شرق برانگیخته شد، برخواسته شد. این چه مهر محبتی است که میبینید این قطعهایی که جمهوری اسلامی میکنه در چه 43 سال که اصلا مهر محبت است برسش گذاشتن قوانین اسلام، مثل بدتر از هیتلر عمل کردن انسان ها رو بی گناه رو فقط به دلیل بیان دو جمله فکر و عقیده گرفتن کشتن، هنوز هم میکشن. فروغ دیده حق باوران که یعنی نگرش و دیده این کسانی که این کار میکنن دنبال رو حق هستن، حق رو قبول کردن، حقی که پیامبران خدا اعاده کردن و حقی که هفت طلبان در جامعه بشری خواستن در طول تاریخ و حقی که اسمش را حق گذاشتن ناحقه میکنن و میگن ما حق را اجرا کنیم. هی پیروان جمهوری اسلامی این سرود شما برای فقط بازی کردن و نمیدونم مسخره کردن و ظلم کردن به مردم میخونید. ببین تکرار میکنم، سرصد از فوق مهر خاوران، فروغ دیده حق باوران، بهمن فر ایمان ماست. یعنی در زمان ماه بهمن این دیدگاه ها، این حق طلبی ها شیوع پیدا کرد و برخواسته شد. سرسده از افق مهر خاوران، فروغ دیده حق باوران. حق کجا و این ظلم هایی که شما در دین 43 سال کرده ایش کجا؟ به کسانی که این کار میکنن حق باور، یعنی شما به حق و حقیقت اعتقاد دارید. حق، درستی، پاکی، عدالت، زیبایی، نگرش، محبت، کارهایی که پیامبران خدا و حضرت محمد کرد که شما ها فرسنگ ها و میرین ها و فرسنگ ها اونها فاصله دارید که هیچ به نام حق انسان ها رو زور بکن. تکرار میکنم چون این جملات رو یکی یکی باید بررسی کنیم. سرصدا از افق مهر خاوران، فروغ دیده حق باوران، بهمن فر ایمان ماست.
یعنی ایمان ما در بهمن تجلی پیدا کرد. ایمانی که ما می‌خواستیم اسلام واقعی بیاد، زیبایی و عدالت بیاد که می‌بینید که نیست. فر ایمان ما سین دستا خیلوان پیامت ایمان استقلال آزادی امر جان ماست. استقلال آزادی، چه آزادی داره آقای خمینی؟ کمر پشت، کسی جیک میزد کمر بر علیهش، چیزی که ایشون به اون ظلم سیاهی که اعتقاد داشت به نام پیغمبر خدا این کار باره کرد که دبیر من قبلی عرض کردم، نه آزادی هست، نه بود اون زمان، نه هنوز هست. استقلال، استقلال که میبینی استقلال من برهم ریختن، استقلال بخواهیم که مرزهای داشته باشیم، به هر سبکی که شده هر کاری میخواهیم بکنیم، بینیم با کشورهای قوانی ظالمانی بندیم فقط برای این خودشون حفظ کنن. استقلال آقایان خمینی و خامنه این دار دسته جمهوری اسلامی این شده کشور رو چی میگن با پنبه سر میبرن، جوری میبرن که هیچکی نمیفهمه ولی ما میفهمیم. حیامت امام، استقلال، آزادی، چه آزادی داره آقای خمینی؟ اصلا در تاریخ بشریت آزادی که آقای خمینی داده اصلا نظیرش نیست. ظلم و دیکتاتوری که اینا کردن هزار برابر بدتر از هیتلر. از نام خدا استفاده کردن، آزادی هم ندادن. استقلال، آزادی، بحر جان، فر جان ماست، بحر و فر جان ماست. شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان. که یادم میاد در زمان انقلاب بسیاری از دوستان من و امثال من شهید شدن. ما اینا رو میخواستیم، ما اینا رو نمیخواستیم کاری که جمهوری اسلامی کرده. در زمان صدای ما فرش شهیدان پیچیده شده، چه شهیدان واقعی، شهیدان که در راه حق و عدالت جان باختن، در راه زیبایی، زیبایی که خداوند خواست. پیامت ایمان، استقلال، آزادی، بر جان ما، شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جاودان، جمهوری اسلامی ایران. که امیدوارم این جمهوری اسلامی به جهنم وارد بشه، چون هیچ کدوم نسبتی با اسلام نداره، با عدالت نداره، با زیبایی نداره. و از این سرودی که جمهوری سیاران و موسیقیش استفاده کردن شعر گذاشتن و شعرهاش هم آیاتش رو اجرا نمی کنن، بیتهاش رو اجرا نمی کنن، فقط مردم با این سرود بخواهم گول بزنن. فریب بدم ما پیروه حق هستیم که نیستن، پیروه دارت هستیم که نیستن، پیروه زیبایی هستیم که نیستن جمهوری اسلامی، پیروه آزادی هستیم که نیستن. آقای اون که میده از جمهوری اسلامی حمایت میکنید، این شعرها رو شما مسخره در نظر گرفتید؟ شرم نمیکنید؟ با همه چیز بازی میکنید؟ وجدانتون کجاست؟ شرف و مردانگیتون کجاست؟ به خدا در آخرت چه جواب خواهید داد؟ ای رهبران، رئیسان سپاه پاسداران، کسانی که اونجا ادعای پاسداری از اسلام میکنید، آقا همه چیز کنار بذار، شما میگه آخرت نداری آخری؟ من از عمیق‌ترین مسائل با شما صحبت میکنم. شما پاسداری از اسلام نمیکنید، پاسداری از دیکتاتوری یک حکومت که خمینی اجرا کرد کردی، حکومت ظلم، ستم و تاریکی، دیکتاتوری، وحشت، استکبار، ظلم، قتل، جنایت، رشوه‌خواری، احتکار، قوانین ظالم و کشوری که واسه شرف انسان کجاست؟ آخرت رو داریم. اینجا از تمامی کسانی که چه در ایران با این دولت و این سیستم همکاری میکنیم، میخواهم که با آخرت تفکر کنید، به وجدانتون رجوع کنید، آیات خداوند رو به مسخره نگیرید. سرودی که در پایه همین سرود جمهوری اسلامی ساخته شده که اساس زندگی ما مردم در اون زمان بود و شهدایی که در انقلاب دوستان من و امثال من بودن شهید شدن، برباد داده اید. شرم کنید، این ظلمها رو به مردم نکنید، به مردم آزادی بدید، مردمی که به دنبال آزادی هستن نکشید، به زندان ها نندازید، اقتصاد این را نابود کردید، دست بردارید، توبه کنید و از مردم عذر بخواهید، به مردم آزادی بدهید. مردم از این سیستم شما خسته شدن و امیدوارم یک سیستم ایران اسلامی بیاد، نه جمهوری اسلامی،
ما نیازی به کلمه جمهوری اسلامی نداریم. ایران اسلامی زیباترین سیستم است. تمامی این قوانین اساسی باید عوض بشه. این آخوندها همه باید برن و یک روحانیت صحیح در ایران ایجاد بشه و کشور ایران شکوفا بشه. امیدوارم صحبت‌های امروز من در زمینه آشنایی بیشتر با کلامی که در سرود جمهوری اسلامی استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار گرفته شده باشه و از این کلمات و این جملات سوء استفاده نکنید و از ظلم صدام دست بردارید. به امید آزادی، اسلام، زیبایی، عدالت، محبت در کشور ایران با نام ایران اسلامی. روز شما بخیر. Thank you.